با ارزشترین دارایی که توی تجارت دارید توانایی شما در فکر کردنه مثل یه نجار، مکانیک یا صنعتگر هرچه ابزار بیشتری برای فکر کردن داشته باشید میتونید تصمیمات بهتری بگیرید و کسب و کارتون رو به سوددهی بیشتری برسونید یه فرمول هفت مرحله ای داریم که با استفاده ازش میتونید به طور مداوم فعالیت های کسب و کار رو تجزیه و تحلیل کنید یه جورایی مثل میگار یا پیمانه یا کارت امتیازی میمونه که با استفاده ازش به طور مداوم در کاری که انجام میدین پیشرفت می کنید به طور مداوم باید مراحل این فرمول رو بازبینی کنید تا مطمئن بشید به حد اکثر نتایجی که در بازار امروز براتون امکان پذیر دست پیدا می کنید. از بیرون نگاه کنید. عادت کنید که به محصول خودتون طوری نگاه کنید که انگار یه مشاور بازاریابی از خارج شرکت هستید. عقب بستید و مثل یه منتقد بهش نگاه کنید. یه سال محصول و خدمات شما یا ترکیبی از محصولات و خدمات شما برای بازار امروز و مشتری در خور و مناسب خواهد بود؟ هر وقت با فروش و جریان نقدی مشکل داشتید، از خودتون بپرسید آیا ما امروز محصول و خدمات مناسبی به مشتریان خودمون ارائه میدیم؟ یه نکته خدمات مشتریان بازار و رقبا با سرعت زیادی در حال تغییر هستند کاری که باید بکنید اینه که به طور مداوم در حال ارزیابی کردن خودتون باشید مخصوصا اگه فروش باینه، با مخصوصا اگه محصول سخت فروش میره باید به خودتون بگید آیا ما داریم کار درست رو انجام میدیم یه سال کلیدی آیا محصول یا خدماتی هست که امروز دارید ارائه میکنین و با چیزهایی که الان میدونید نخواهید دیگه اونو ارائهش بدین خیلی از شرکت مخصوصاً مخصوصا شرکت های چند محصولی استراتژی خاصی دارند. اونا هر ساله 20 درصد از کم فروش محصولات رو از بازار خارج می کنن. هر سال محصولات جدیدی رو ارائه میدن و 20 درصد محصولی که بدترین فروش رو داشته باشه دیگه تولید نمی کنن. هر پنج سال تقریبا تمام خط محصول خودشونو تغییر میدن. البته به جز پرفروش ها. شما باید همین کارا بکنید. اگه قرار باشه 20 درصد محصولاتی که دارین و دیگه ارائه ندین، اون 20 درصد دقیقا چه محصولاتی خواهند بود تا وقت و مبلغ کافی برای محصولاتی که راحتتر فروش میرن و سودآورتر هستن رو آزاد کنید. این سوال بسیار مهمیه که همیشه باید از خودتون بپرسید. آیا مسئول و خدمات شما به نفعی از مسئول یا خدماتی که رقبای شما ارائه میدن بهتر یا بهتر نیست؟ اگه جواب است، از چه نظر؟ از چه نظر محصول شما نسبت به رقبا بهتره؟ برتری رقابتی شما چیه؟ چه چیزی ارائه میدین که محصول شما رو بهتر از همه محصولات دیگه میکنه؟ آیا همینو میدونن؟ آیا با هر تماسی که با مشتری دارین اینو تکرار میکنین؟ چندین سال پیش من در سطح MBA درس بازاریابی داشتم. یکی از استادا چیزی به هم یاد داد که هیچ وقت یادم نمیره. بهش میگفت نقطه نظر مجموعه منابع. می گفت به شرکت باید به شکل یه مجموعه از منابع نگاه کنی. باید به شرکت به شکل مجموعی که میتونه خیلی کارها انجام بده نگاه کنید نه فقط به عنوان مجموعی که محصول تولید میکنه و فقط همین شرکت شما مجموعی از منابع از جمله کارمندان، مهارتها، محصولات، خدمات، تجارت و امکانات جیم کالینز در کتاب از خوب به حالی درباره شرکت صحبت میکنه که به خودشون به شکل مجموعی از منابع نگاه میکنن شرکت های فورچون 500 شرکت های بزرگ بین المللی ما فهمیدیم که این شرکت مخصوصاً مخصوصا اگه آینده خوبی در صنعت فعلی نمی‌بینن، مجبور نیستند کاری که دارن میکنن و ادامه بدن و میتونن از این منابع برای رفتن به یه صنعت کاملا متفاوت و تولید یه محصول کاملا متفاوت استفاده کنن پس به کسب و کار خودتون به عنوان مجموعی از منابع نگاه کنید که میتونه محصولات متنوعی برای مشتریان مختلف و بازارهای مختلف تولید کنه. مجموع منابعی که شرکت شما رو شکل میده از جمله استعداد و مهارت های خود شما میتونن طی سالها با هم ترکیب بشن و دوباره ترکیب بشن تا همونطور که بازار تغییر میکنه محصولات و خدمات جدید تولید بشه یادتون باشه چیزی که شرکت تولید میکنه مهم نیست خواسته مشتری که مشخص میکنه چه کاری کنید پس شما باید در برابر لزوم و یا احتمال اینکه محصول جدید و متفاوت ارائه میدین انطاف پذیر باشید مخصوصا اگه در فروش کمی و کیفیتی محصولاتی که دارید به مشکل برخوردید و دیگه خوب نیستن.